با سلام به همیهنان عزیز و بینندگان محترم میهن تیوی و با سلام به آقای سعید بهبهانی و تلاش و فعالیت خستگی ناپذیرشون. این هفته من روی دو سه موضوع صحبت خواهم کرد، یک در رابطه با پیام خود مسئول جوی، پیام شماره 13ش و تناقضاتی که این پیام داره تو رابطه با جنگ احتمالی ایران و آمریکا و مواضع ترامپ، بعد در رابطه با نامه 14 نفری که از داخل ایران نوشته بودن و یا نامه دومشون، و همچنین در رابطه با شیطان سازی که این سازمان یعنی خود رجوی بر علیه خانم فرشته هدایتی انجام دادن. اما پیش از این یک خبری هم بود، من همین سه روز قبل تو برنامه آقای بهبهانی دیدم تو مصاحبهش با دوست عزیزم ایرج مصداقی که راجع به اون انفجار فجیره و نوار شنودی که مربوط به حسین دایل اسلام بود. یه نکته راجع به این میگم بعد میرم روی بام. کلن این سایت فرانت پیج در اصل یکی از ویرایشگرهای مایکروسافت، یعنی ابزاریه و وسیله و ابزاریه برای کسانی که وبسایت دارن که استفاده میکنن، این کارکرد رو براشون داره. اما اون سایتی که این خبر رو پخش کرده و این شنود و مکالمه رو درز داده، گفته میشه که این سایت یعنی همون فرانت پیج مرکزش توی تهرانه، ایران فرانت پیج میدیا گروپ، و چنین رسانه‌ای که گفتم این خبر رو سر زبون‌ها انداخت. اما در اصل این یک سایت غیر قابل اعتماده که به اصطلاح همون فرانت پیج هم که اسمشو گذاشتن، یعنی همون صفحه اول، یعنی حرف اولی میزنه، یعنی حرف نخست، این اخبارش غیر قابل اعتماد و قابل اتکاس که لابلای اخبار درست و موثق یه چنین خبری هم درز میده. اینها یعنی این گونه سایت ها شناسنامه مشخصی ندارند و قابل اعتماد و تکیه نیستن. مشابه یه مجله دیگه هم هست به نام فارن ریپورت که لابلای این خبرها یه خبری هم درز میده که برای جلب توجه هست. اما من خودم دو سه بار همین نوار که شنیدم که از نظر من خود محتوایی که توی این شنود بوده هیچ خاصی نداره، یه کار هماهنگی برای رسانه‌ای کردن بوده و مبتنی بر این نیست که اینا عملیاتی انجام دادن یا دارن هماهنگی میکنن یا در رابطه با اون انجام میدن. همچنان که در سابق سازمان مجاهدین کار اطلاعاتی میکرد، شنود میکرد راجع به عناصر این رژیم، این بار به عکس از نظر من خود رژیمی که میاد رو عناصر شناخته شده سازمان که شماره دارن، شناخته شده هن و بیرونی هن، با اینا تماس میگیرن و چنین چیزی رو به عنوان شنود درز میدن. اگر توی آتون باشه، یه زمانی یک روحانی بود به نام محمدعلی حسینی که این لبنانی بود، اون زمانی که سازمان تو عراق بود، تو اشرف و لیبرتی بود، خب این آخوند کار کرد داشت براش. اما وقتی از تو لیبرتی آمدن به آلبانی، دیگه این آخوند اونجا کارایی نداشت و طبعا اون حقوق رو بهش نمی پرداختن. به همین دلیل این آخوند رفت سمت رژیم و سایت ایران اینترلیک و اونجا برای سازمان مصاحبه کرد. افرادی از این دست که بسیارن که قبلا با سازمان کار میکردن، ارتباط داشتن و الان ندارند، یا اینها میرن کار میکنن رو بعضی از این عناصری که با سازمان کار میکنن و از اینا استفاده میکنن و شماره تلفن های سازمان رو
کسب میکنن و کار اطلاعاتی میکنن. اینم یکی از اون کاراست. حتی من خودم شنیدم آره اون چیزی که هست صدای حسین دایل اسلامه که تو سازمان تو بخش روابط بین الملل همیشه هم وقتی خود رجبی میخواست بیاد توضیح بده راجع به بخش روابط بین المللی، خب این میومد حرف میزد که مسئولش هم معصومه ملک محمدیه. توضیح این که خود این حسین دایل اسلام برادرش علی دایل اسلام بود که تو زندان قزل سال 60-61 با ما همسلول بود و هر دو پسرای خود حسین علی دستایی توی اشرف میبخشید توی لیبرتی از سازمان جدا شدن، این پسر خود مسعود رجبی، این پسر سران اکثر سازمان مجاهدین که از سازمان جدا شدن رفتن دنبال زندگی شخصی خودشون. اینجور اخبار رو وقتی اینجور سایت ها درج میدن، خب طبعا سایت های رژیم تمامی مثل خبرگزاری هاش و حتی شبکه عربی العالم هم اینه درز داده العالم و سعی میکنه که بازم اینجور چیزا رو عطف به سازمان بدونه، چون منافع رژیم اینه. یک بار تلاش کرد این خبر رو داد، این خبر موفق که نبود، هیچ کجا انعکاس پیدا نکرد جز سایت های رژیم. حالا اومدن با این شیوه و شنود اطلاعاتی که میخوام باز اینو بیارن رو اکران. من حتی اون نفری هم که از حسین دایل اسلام سوال میکرد و صداشو تقریبا 90% تشخیص میدم شبیه اون صدایی که یکی از جدا شده های سازمان توی آلبانی که داره با سایت ایران اینترلیک همکاری میکنه. این حدس و نظر منه که بیشتر هم همین هست، ولی من اگه اطلاعات دقیقی داشته باشم تو این رابطه نه، چون قابل پیگیری و تحقیق نیست. ولی اونجور که من شنیدم از این نور از این شمود چیزی جز این نبوده. علاوه این که خود آمریکایی‌ها نه تنها نیازی ندارند به مجاهدین تو این رابطه عملیات‌های نظامی، بلکه اساساً ورود مجاهدین، استفاده از اونها برای دولت آمریکا هم تو سنا هم تو کنگره مشکلات ایجاد خواهد کرد. اصلا آمریکا نیازی نداره که بیاد برای چنین کارهایی که نظامی از اعضای سازمان استفاده کنه. فقط جهت اطلاع بگم اگر اعضای سازمان رو همون چند نفری که به ظاهر فرضاً یه خورده کار تو این زمینه کردن بخواییم ببریم تو دریاهای به اصطلاح خلیج فارس یا مثلا دبی، اینا حتی جهتیابی بلد نیستن تو دریا، گم میشن اونجا. اینجور اخبار شایع سازی های خود رژیمه که نمیدونم سازمان مجاهدین رو با این وزارت کشور آلبانی تو نمیدونم ناوگان ابراهام لینکن دیدن، اینا همش دروغ محض و شیطان سازی. این کل اون چیزی بود که من می‌دونستم. حتی جهت نمونه همین سایت فرام پیج قبلا هم یه نمونه از این خبرها رو درس داده بود که همون فیصل ترکی از عربستان که سال 1395 خبر مرگ خود مسعود رجبی رو توی ویل پند داد، این درز داد که به اصلاح فیصل ترکی با مریم رجبی ازدواج کرده و سایت های رژیم هم اینو انتشار میادن و خبرگزاری های رژیم، از جمله حتی یک دو نفر از کسانی که در گذشته در همین تلویزیون میهن تیوی هم برنامه داشتن اونها هم همین رو تکرار میکردن. ما که سالها توی سازمانیم اصلا چنین امکانی نیست و چنین فضایی هم نیست. اینا ساخت و پرداخته های همون رژیم و وزارت اطلاعات که بهره خودش رو ببره. از این بیشتری به نظر من زیاد نیاز به توضیح نیست، چون خود متنی هم که از این شروع دادن هیچ چیزی رو
جز یک هماهنگی رسانه‌ای بیرون نمیده. فقط پرسشگر سعی میکنه تو سوالش طوری وانمود کنه تو این سوال که تاکید میکنه سعودی‌ها در تماس با دفتر خواهر مریم پیگیری نتایج هستن. یعنی میخواد به این بالوپر عملیاتی و هماهنگی بده. این دیگه شیوه کار شنود و اطلاعاتیه که اینجوری خوش رو پرونده. حالا ممکنه سازمانی که مجاهدین هم از این زاویه خورده باشه، یعنی ضربه خورده باشه و تو دام افتاده باشه. اما موضوع اصلی که میخوام بگم پیام شماره 13 خود رجبیه. پیش از این که به صورت تیتری این پیام رو بگم، تقریبا 12 روز پیش تو سایت سازمان مجاهدین مقاله نوشته که تیترش اینه: آلترناتیو یعنی این. منظورش سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومته. توی مقاله می‌نویسه روز یکشنبه 19 خرداد 98 زنگنه وزیر در همشکسته نفت از وضعیت رژیم ضد مردمی و آدم کشته حاکم بر ایران تصویر کرد. مجاهدین در کاخ سفید نفوذ کردند. آقای بولتون نماینده مجاهدین در کاخ سفید است. در کاخ سفید مجاهدین علیه ما کار میکنند. ما چرا نباید با هم مهربان باشیم و چرا با یکدیگر همدل نیستیم؟ مجاهدین همین یک خبر رو بهبه و چهچه کردند و خود مریم رجبی و سازمان مجاهدین به جان بولتون دل بستند و به این نوع خبرها و به این مینازند و این خبر رو به رخ همگان میکشند. در واقع خود مریم رجبی اتکاشون به خودشون نیست، به ارتش آزادی بخششون نیست که میگن، بلکه به جان بولتونه. اصل حرفشون هم اینه که من آنم که جان بولتون بود پهلوان. کسی نیست که به اینا بگی که گیرم که درست، از فضل پدر تو را چه حاصل. واقعا خفت خاری رو و درماندگی رو میبینیم که خودشون ادغام میکنند. تو گام های بعد این رو خواهم گفت. تو پیام مسعود رجبی اول شروع میشه با ارتش آزادیبخش ملی ایران. میگه برای آزادی ملت ایران بیت العنکبوت باید منهدم گردد. سپاه جهل و جنایت باید در هم کوبیده، خل سلاح و منهدم شود. تهدید نکوبیدن سر مار به سنگ است. چیزی جز جنگ و سرنگونی و عملیات نظامی بر علیه ایران نیست. حرف آخرش هم اینجا میزنه. گفته بودیم که سیاست تغییر رفتار با این رژیم آه ناه در بلوغ خود به تغییر رژیم و سرنگونی اون راه میبره. این خواست برحق ملت ایران است. برای آزادی ملت ایران بیت العنکبوت منهدم باید گردد. خب این حرف خواسته و تمایل خود رجبیه. اما در کنار این وقاحت و بیشرمی رو که معکوس حرفای خودشه توی پاراگراف بعدیش رو میبینیم. اینجا خود رجبی تاکید میکنه اهل مماشات و استمالت، پشتیبانان و مشاطگران و مزدوران همین رژیم در یک کره هماهنگ از جنگ با آن پرهیز میدهند. فقط معلوم نیست که در 40 سال گذشته چه کسی جز مجاهدین و مقاومت ایران قصد و حال و رمق جنگ با دشمن ایران و سرنگونی آن را در تهران داشتند. چه کسی جز مجاهدین رمق داشتن، حال داشتن؟ ببینید چقدر راحت توهین میکنه به همه این کسایی که در این 40 ساله در جنگ با این رژیم بودن و به همه مردم توهین میکنن. آنها میتوانند 40 سال دیگر هم به دیالوگ سازنده و دیالوگ انتقادی با هم رژیم و کف زدن و قش و ریسه برای اصلاحات حاجی خاتمی و بیانه روی شیخ حسن خاتمی ادامه دهند. اما مردم ایران میگویند که دوران آماده باش برای سرنگونی رژیم ایران فرا رسیده.
این فرهنگ سازمان مجاهدینه، خودش اتکا داره به سیاست آمریکا، به ترامپ و جان بولتون، اما همه رو مارک میزنه، تهمت میزنه که رمق جنگ ندارن، حال جنگ ندارند. بگذارید یک حقیقتی رو بگم در رابطه با حمله. در سال 1392 علی اکبر انباز تو سالن غذاخوری بودیم که خودش از زندانی سیاسی زمان شاه 4 سال اونجا زندان بوده و از فرماندهین بالای سازمان که وردشه و خود این فرد به عنوان مجاهد نمونه و شاخص دستگاه و ارزش‌های انقلابی ایدئولوژیک مریم رجوی بود. حتی اون زمانی که آقای آل خویدار کوادراس که نایب رئیس پارلمان اروپا بود اومدن تو اشرف، این باهاش دیدار کرد. بعد این علی اکبر انباز درباره جنگ و حمله آمریکا به رژیم به من میگفت حتی اگر تو این جنگ 1 میلیون نفر از مردم کشته شوند اصلا مهم نیست، حتی 2 یا 3 میلیون و 10 میلیون کشته بشوند، 80 میلیون جمعیت ایرانه، این برای سرنگونی چیزی نیست و باید قیمت اون رو داد. جدایی از این که این حرف صحیح هست یا نیست، من این حرف هاشو که میزنم، من وقتی این صحبت علی اکبر انباز شنیدم گفتم شاید که این صحبت رو، چون من مریض بودم، من رفتم آنتراک و اینو رجوی هم بعدها صحبت کرده، من نشنیدم چون به دلیل بیماری هام بعدها خیلی تو وسط صحبت های خود مسعود رجوی مجبور بودم به خاطر وضعیت کمر و سکته برم استراحت کنم و بعضی قسمت ها رو نشنیده بودم. از دو تا از این دوستانی که از آلبانی از سازمان که جدا شدن پرسیدم آیا خود رجوی چنین حرفی زده که اگر 1 میلیون هم کشته بشن تو رابطه با جنگ آمریکا هیچ مسئله ای نیست، میارزه که کشته بشیم حتی که بیشتر؟ اونها گفتن نه، خود رجوی چنین حرفی نزده. ولی سابقه امر اینه که هر حرفی که مسئولین سازمان که میزنن تو رده های بالا با سازمان و خود مسئول رجوی، این صحبت ها انجام شده. همچنان که من تو برنامه های چند ماه پیش گفته بودم که حتی کمال نیکنامی اومد یه حرف تو رابطه با کارگران زد که خیلی زشت بود، اصلا من باور نمی کردم. بعد 2 هفته بعد خود همین حرف رو مسعود رجوی اومد برای 3300 نفر صحبت کرد که می گفت که اینقدر نگین کارگر، اگر یک شب با این کارگرها توی جا باشید اینا بی‌سیرتتون می کنند، یعنی به همه این کارگرها تهمت جنسی هم که می زد. این نمونه ها حرف های خود رجویه، ولو اینکه نتونه بیاد تو علن آشکار رسما این حرفا رو بزنه یا تو تشکیلات. این پیام خود رجوی چندی تناقض توش هست. یکی که شعار و استراتژی سازمان مجاهدین تو این چند ساله به صورت اون چی که رسمی بیان میشه، البته حتی تو همین تظاهرات بروکسل تا آمریکا تو هفته پیش، اینی که نه مماشات و نه جنگ، بلکه حمایت از آلترناتیو و مقاومت ایران. خب اینجا خودشون میگن نه جنگ و نه مماشات، اما پیام رجوی سراسرش چیزی نیست جز جنگ و حمایت از اون. تو این پیام چندین تناقض است. یکی که توی پیام خود رجوی پرده ها رو کنار زده و صریحا خواستار جنگ و سرنگونی توسط ترامپ و آمریکا شده، کما اینکه خود رجوی 3 دهه در پشت پرده یعنی توی تشکیلات سازمان مجاهدین به صراحت میگفت که تاری بشکند ماستی بریزد جهان گردد به کام کاسلیسان. همیشه ما سیاستمون تابعی از جنگ آمریکا بود، این منافع سازمان بود. 2 خطاب این پیام از سوی صاحب ارتش آزادی بخش است، اما ارتشی بدون سلاح،
بدون اونیفرم و قرارگاه نظامی و بدون حضور به قول رجوی فرماندهی کل، یعنی اسم خودش، در کشوری که استادو و موقعیت قانونی اونها به عنوان این شناخته میشه در عراق جانشون تو خطر بوده و به این دلیل تو آلبانی پذیرفته شدن، یعنی نه به عنوان ارتش آزاد بخش، نه به عنوان سازمان مجاهدین، بل به عنوان پناهجو. این توضیح هم اضافه کنم که رابطه دولت آلبانی با خود سازمان مجاهدین چیست. حتی احد بوداغچی، محافظ همیشگی رجوی توی این سدهه که همیشه کنارش که میسته و همراهش هست، تو عکس ها هست همش، این همراه با سه نفر دیگه از جمله فرزاد آشنا و فردی به نام علی و اون یکی در آخر پاییز سال 95 در آلبانی توسط نیروهای اطلاعاتی امنیتی خود این دولت آلبانی بازداشت شدن و مورد باجه قرار گرفتن، چون اینا تو شهر تیرانا وارد منطقه غیر نظامی و ورود ممنوع شده بودن. این برای این نیروهای بسک دولتی که باعث شک و زن شده بود که اینا چرا اینجا تردد میکنن اینا. و حتی در همین رابطه از دو تن از جدا شده های سازمان مجاهدین پرسجو کرده بودن که موقعیت این افراد تو سازمان چیه. از اونا تو آلبانی تحقیقات میکردن و پرسش میکردن. من فقط از دو نفر از این افراد اطلاع دارم که سراغ اونا رفتن، ولی احتمالاً تعداد از این بایستی خیلی بیشتر باشه. یعنی حتی به رغم موقعیت متفاوت جغرافیایی آلبانی با عراق که هم مرز با ایران بود، دولت آلبانی اونها رو به عنوان یک ارتش و اپوزیسیون نپذیرفته. بنابراین این تبلیغات صرفا برای کار سیاسی و مطرح کردن خود به عنوان یک نیروی فعال و اکتیو و در صحنه است، در حالی که کارشون توی آلبانی فقط کارشون با کامپیوتره، اونم تو رابطه با فضای مجازی، بیشتر با اسمای جعلی وارد میشن، به اسم پیام میدن، توییت میزنن. از جمله چیزی که تا حالا که مطرح که نشده، جمع‌آوری نمیدونم 290 تا 300 میلیون امضا بر علیه ببخشید 290 هزار امضا بر علیه خود نایاک بود، که اینم بخشی از پروسه‌ای که خود سازمان انجام میده، چون اینا مانع جنگن. خود این نایاک هم که روشن شد که توسط وزیر خارجه خود رژیم ایران به اصلاح شکل گرفته. مورد بعدی کانون‌های شورشیه که اینجا اونو باد میزنه، اینم با پرداخت پول به جوانان درمانده از ستم آخونده به کار گرفته میشه. فقط جالب اینجا که شما بدونین که خود این رژیم و وزارت اطلاعات این افرادی که به عنوان کانون‌های شورشی هست اینا رو که دستگیر میکنه، میاره پای تلویزیون و اعترافاتشون رو میگیره، که سازمان اینا رو با پرداخت پول وادارشون میکنه که برن فلان شعار رو بنویسن، ازش فیلم بگیرن، عکس بگیرن و بعد ارسال کنن برای سازمان. اینو حتی خود سازمان هم تو سایت های ایران افشاگر اطلاعش داده که رژیم چنین کارهایی کرده که بر علیه سازمان، یعنی پخش مصاحبه هایی که هست. البته سازمان اینو جلی میدونه، ولی تا اونجا که ماها به کار سازمان که اشراف داریم اونجا بودیم، نه، اینا حقیقت داره. واقعا به این سازمان نیستی نوشت و حیثیت و امنیت این جوانان کنه. شما یه روده راست، واقعا میگم یه روده راست تو شکم رجوی نمیبینیم. مریم رجوی نیست، تابعی از همین خود رجوی است. روده رازی های سیاسی عهده تو خارج کشور هم چیزی جز این نیست. ببینید تو حالی که خود رجوی تو همین چند روز قبل پیام شماره 13 رو که از جنگ آمریکا و حمله ترامپ و سرنگونی رژیم حرف میزنه، 5 روز بعد از این پیام خود مریم رجوی تو 8 مرداد تو کنفرانس بین المللی تو آلبانی،
حالا چند تا شخصیت برداشته از اروپا آورده اونجا برای دید و بازدید، از اشرف سه که سفید سازی کنه، اینجا زندان نیست، اینجا فضایی که باز هست. راجع به اینم بعدا روشنگری خواهم کرد. اسمش رو گذاشته کنفرانس بین المللی و این حرفا رو که بیان میکنه. مریم رجبی میگه مماشاتگران و لابی ها و عوامل و مزدوران رنگارنگ این رژیم سالها مقاومت ایران و پشتیبانان آزاده و انسان دوست آن را به جنگ طلبی متهم می کردند. گویا کسانی که از حقوق بشر و آزادی در ایران دفاع می کنند جنگ طلب هستند و می خواهند آمریکا لشکرکشی کند. چه دروغ مفتضحی. می بینید تیتر بالا سایت مجاهدین ارگان رسمیشه میگه این مقاومت که جان بولتون تو دولت پشتیبانشه. رجوی پیام شماره 13ش سراسر جنگه و نابودی نمیدونم سپاه و غیره اینا. چه درست چه غلط. مگه ما میخواییم که سپاهی وجود داشته باشه، خامنه‌ای وجود داشته باشه؟ نه. اما داریم اهدافش میگم، خواسته هاش میگم. 5 روز نشده اونجایی که در قبال نیروها و شخصیت هایی که از اروپا میان خانم رجوی رنگ عوض میکنه و میگه چه دروغ مفتضحی که ما جنگ طلبیم، ما خواستان حمله آمریکا به ایران هستیم. خب خود مریم رجوی بار دیگه تو همینجا یادآوری میکنه که به قول مسعود رجوی کسی از بیرون ما و یاران ما و خلق ما قرار نبود و نیست که برای ما آزادی یا حقوق بشر بیاورد. کس نخواهد پشت ایران جز انگشت خود ایران. یعنی اینم از همون شعاری که میگفت خود رجوی که به اصطلاح میگفت کس نخواهد پشت ما جز ناخن انگشت ما. میبینید در عرض 1 هفته سایت مجاهدین و سازمان مجاهدین و خود مسعود رجوی 1 حرف میزنه از جنگ. مریم رجوی تو آلبانی پیش شخصیت هایی که ضد جنگ هستن و اروپایی هستن میاد نفی میکنه. به همین دلیل به همین افراد و این نوع سیاست ها هیچ گونه اعتمادی نمیشه داشت. امسال ویلپند برگزار نشد چون فرانسه اجازه نداد که سازمان مجاهدین به دلایل مسائل امنیتی که نمیتونست حفاظت جانش اون همه شخصیت ها رو تامین کنه برگزار کنه. و سازمان مجبور شد که این تظاهرات چندین کیلومتر پراکنده انجام بده. سازمان چون توانش نداره همه تظاهرات رو تو چند کشور همزمان انجام بده، مجبور هفته یه بار یه تظاهرات توی کشور انجام بده چون تمامی جونش رو جمع میکنه تو اون کشور. هر روز که پیش بریم، هر چقدر که بیشتر روشنگری میکنیم، هر چقدر که حقایق افشا میشه، هر چقدر که اینا منظوی میشن، سازمان تو بسیج تشکیلاتی خودش ناموفق‌تر میشه و این به اصطلاح که باعث میشه تا اون نیروهایی که واقعا اصیلن، مبارزن، فکر مردمن، اونها روی صحنه بیان. خود آلترناتیو باید برآمده از این مردم باشه، در ارتباط با مردم باشه، خواست و نیاز مردم رو درک کنه، نه اینکه یک رهبری عقیدتی رو به جای یک رهبری فقاهتی جایگزین و معرفی کنه، نه اینکه صرفاً شعار بده ایران رجوی، رجوی ایران. بگذار خب به قدرت که برسی اون وقت این شعارهای تمامیت خواه رو که برآمده از کیش شخصیت و خودشیفتگی منحط یک فرد رو بده. من در اینجا به طور خلاصه میگم که از کجا میتونیم باور کنیم که این پیام رجویه. من که پارسال گفتم که بله رجوی زنده است. حتی منهایی که باشه رجوی رو میشه از پیام‌ها شناخت. رجوی همیشه تشنه و گرسنه اخبار و تحولاتی که آرزوهایمون برآورده بشه.
چون صابون رو دلش مالیده. کسانی که توی 30 ساله رجبی و عملکردهاش و سخنانش از نزدیک تو تشکیلات شنیده و پیامهاش و عملکردهاش رو لمس کردن و مهمتر از اون با شیوه کار اون آشنا هستن، به خوبی میتونن رجبی رو توی این پیام حس کنن، ببیننش. چنین پیامی سابقه داره و شناخته شده است و به عنوان یک شاخص میتونیم اونو به عنوان یک ملاک و معیار که برای خودمون که قرار بدیم که این پیام هست مال رجبی یا نیست. ببین، وقتی سیل ویرانگر فروردین همین سال 98 اومد، سریع همون روز اول پیام داد که رژیم نفربرهای زرهیش آورده توی خونا و صحبت از جنگ و سرنگونی اینا. این هر چیزی رو تو این چارچوب میبینه. وقتی داعش اومد موصل رو گرفت، از حول حریم افتاد توی دار توی دیگ و رسما اعلام کرد، هم خودش هم مریم رجبی تو مثلا خارج، گفت که اشعار انقلابی هستند و این انقلاب عراق است، چون دنبال اینن که هر تحولی رو آرزوشون اینه، کوچیدن تحولات و هر خسخاشاکی رو رفت میدن که داره شرایط تغییر میکنه به اون چیزی که ما میخواستیم. یادم آخوند مقتدی صدر از عراق میخواست بره سمت که رژیم طبق معمول، مثلا خود مختصر هر موقع که میخواست بره ایران یه توپ و تشر میامد، یه سخنرانی تند و تیزی بر علیه خود رژیم انجام میداد. این شیوهش بود که وقتی اینجوری میرفت اونجا بیشتر تحویلش میگرفتن، بیشتر ازش استقبال میکردن تا به اصطلاح باهاش که صحبت کنن و بتونن باش کنار بیان. همین که خود مقتدی صدر چنین صحبتی کرد، من یادم که پیام اومد تو اشرف سال 93 و خود مژگان پارسایی هم گفت اصلا تحول، تغییر فصل و سرنگونی بهش اومده، که حتی مقتدی صدر هم به اصطلاح بر علیه خود رژیم که به اصطلاح که شعار مثلا داده. یادم سال 89 وقتی عیاد علاوی، یکی از افرادی که تو عراق به اصطلاح ملی‌گرا بود، این تو انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، یعنی به اصطلاح تو مجلسش که نخست وزیر رو از تو مجلس انتخاب میکنن، 91 رأی آورد، در حالی که خود آقای مالکی 89 رأی آورد و در جایگاه دوم قرار گرفت. پیروز انتخابات سال 88 عیاد علاوی بود و خود رجوی سریع همون روز پیام داد که دیگه کارت تمومه، ما رژیم رو پس زدیم، عیاد علاوی میشه نخست وزیر. بعد چند وقت بعد تو مجلس عراق تبصره گذاشتن که پیروز انتخابات ملاک نیست، اونی که بالاترین ائتلاف و آرا رو داره تو مجلس اون میتونه که خود نخست وزیر رو تعیین کنه. به این خاطر که احزاب شیعه از اون حکیم و مالکی و فضیلت و غیره اینا که داشتن، مثلا مثل بدر و غیره اینا، جمع شدن، آرایشون از اینا بیشتر بود، دور دوم هم همون مالکی شد. آمریکا سال 2001 به افغانستان حمله کرد، رجمی میگفت ایران هدف حمله بعدی آمریکاست، ما میریم داخل ایران، در حالی که به جایی که بیاد مثلا که به سمت ایران، اومد به سمت خود عراق و کلن سازمانم خلص الله شد. در سال 81 یک خبر اومد که بمب‌های نفوذ کننده به آمریکا که خیلی مثلا پیشرفته است، اینا رو اختصاص دادن برای بمباران صنایع موشکی خود این رژیم. اینجا خود رجوی همین خبر رو که گل گرفت، گفت که ببین میخوان با رژیم جنگ کنن و شما دنبال این خبرهایی باشین که از این جنسی که حمله آمریکا به
خود رژیم و یا سایتایی که مثلا به اصطلاح سایتای مخفیش باشه. یک سال و نیم گذشت، حتی یک خبر جانبی هم تو این رابطه ما پیدا نکردیم. یادمه دور دوم ریاست جمهوری خاتمی هم بود تو سال 80، خود رجوی یک نشست ویژه گذاشت و گفت که خامنه‌ای همه راه‌های قانونی برای حذف خاتمی رو رفت و فقط یک راه مونده و اون حذف فیزیکی خاتمی است و دنبال این باشید که خاتمی رو تو این مرحله ترورش کنن. این نظر که قطعی بود، تمام تبلیغات، تمامی افراد که دنبال این بودن که یه خبر پیدا کنن که این های این مثلا خاتمی رو ترورش کنن، دور دوم اصلا این اصلا انتخاب بشه. وقتی هم که خاتمی دور دوم که انتخاب شد، خود رجوی قهر کرد و که گفت من از این به بعد تابلو نویسی نمی کنم، تحلیل که نمی کنم. یه چند ماهی ساکت شد و حرف نزد. من بسیار که گفتم که خود رجوی زنده است و این اخبار، این علائم، علائم بالینی خود رجوی و حیات و زنده بودنشه. رجوی به هر خس و خاشاکی چنگ میزنه تا جهان گردد به کام کاسه لیستش. او هیچ کاری با کاسه مردم و کاسه این مبارزه، یک مبارزه شرافتمند رو نداره. به همین دلیله که همیشه با کوچکترین خبری از حول حلیم میفته توی دیگ. ولو اینکه آمریکا هم حمله کنه، برندش سازمان مجاهدین نخواهد بود با این عملکرد و سابقه ننگین و جنایت‌آمیزش. اما بحث سازمان مجاهدین نیست. در قبال چنین آلترناتیوی که سازمان مطرح میکنه، ما توی یک ماه اخیر نامه 14 نفر رو داشتیم و در حاشیه اون نامه آقای محمد نجفی هم داشتیم. در متن نامه اول این 14 نفر، از نظر من اگر بینایی وجود داشت، همون محتوا رو همیشه تو اون دید که به زبان داخل کشوری نوشته شده. یعنی اونا توی حصاری هستن، توی بند هستن، مجبورن به این زبان سخن بگوین. ما در برابر یک حاکمیت ارتجاع تاریخی و قرنوسطایی با سابقه دینی و مذهبی که 1400 سال ریشه کرده در جامعه که مواجه هستیم، که خود جامعه هم چنین زمینه توش بوده، تو مرحله انقلاب دموکراتیک طیف خلق بسیار وسیعه و همه رو در بر میگیره. اگر بخواهیم طیف ها و نظرات رو با کلیس ایدئولوژی و آرمانی و دستگاه فکری و نظری خودمون بسنجیم و این 14 نفر رو حذف کنیم، اشکال بگیریم به کارشون و یا بعضی اصلا اساساً رد میکنن کامل، از نظر من ما هم باید مثل اون فاشیسم هیتلری که کلیس برمیداره رو دماغ افراد میذاره که ببین نژادشون یهودی هست یا آریایی، تو عرصه سیاسی اجتماعی و مبارزاتی ما هم باید کلیس برداریم، هر کی رو به قواره تن، اندیشه و نظر خودمون اندازه گیری کنیم. این هیچ فرقی نمیکنه. اون تو دستگاه نجات پرستیش، اینم تو دستگاه اندیشه، نظر و فلسفی. این بسه که ممکنه که این قیاس به دهی بر بخوره، اما واقعا تو محتوا چیزی جزی نیست. دستگاه ایدئولوژیک و به صفت آرمانی که تابعی از اونه، خواستگاهش چیزی نیست جز همین. همین رو اندازه میگیره با شاخص قواره تن خودش، ذهنش و نظرش. از یک طرف همین افراد صحبت از دموکراسی میکنن و از طرف دیگه قواره تنگ نظرات خودشون رو مطرح میکنن. صحبت اینجاست که این رژیم ارتجایی و قرنوسطایی که سراسر نکبت و تباهی و جنایته، در ناحق بودن خودش، در ضد
ضد مردمی بودن خودش، نامشروع بودن خودش، جبهه خودشو داره، همبستگی خودشو داره از ایران تا خاورمیانه، حتی نایاک رو تو اروپا هم داره. بخش لابیش. اما خود ما در حقمون، در مشروع بودن خودمون، اتحاد عمل و اقدام مشترکمون رو نداریم. من سوالم اینه که ما جبهمون کجاست؟ جبهه ما کیاست؟ اینکه در انقلاب دموکراتیک طیف خلق وسیله، اینکه یک نظریه نیست که، خب معلومه که وسیله. هر کسی که ضد رژیم باشه، نه اینکه خودش نامشروع باشه، ضد رژیم باشه، جزء طیف مردمه. سوال اینه که ما جبهه‌مو کدومه؟ اصلا توی 40 ساله ما جبهه داشتیم؟ جبهه واقعی و خارج از این منافع حزبی گروهی یا یک فردی که خودش باید با کی شخصیت همه چیزو از آن خودش میکنه. اگر که مخالف هستید، مخالف این 14 نفر هستید، بفرمایید. اگر هم طرح و برنامه‌ای و نظری و پلتفرمی بهتری و بالاتری دارید میتونید رای بدید. راه که بسته نیست. سوال اینجاست، آیا شما که با اطلاعی اول، یعنی با نامه اول قاطعانه که مخالفت کردین، که از نظر من همون محتوا رو، محتوای نامه دوم رو میشه تو نامه اولم دید، اونا به خاطر دستبستگی خودشون، همچنان که بسیاری از این افراد مصاحبه جداگونه کردم و توضیح دادن که بابا جون چون ما دستمون داخل ایران بسته است، ما زیر تیغیم، ناچار از این زبان استفاده کردیم. این حرفا باعث شد که تو نامه دوم سریع‌تر بیان کنم. ولی واقعا سوال اینجاست، آیا هر کسی که با اینها مخالفت میکنه، اگر سال 60 شما تو داخل ایران بودین یا توی زندان بودین، آیا شما میتونستین چنین نامه‌ای و چنین نظراتی رو تو بیرون یا داخل زندان که مطرح کنید؟ من خودم تو زندان بودم. چطور به خودتون اجازه میدین یا اجازه میدین بشین خارج کشور تو امن؟ من اینجا تو امنم. راجع به کسایی که تو داخل ایران این نظرات و این نامه رو، اونم به صورت اقدام عمل واحد 14 نفره مشترک، خیلی هم که قاطع و شفاف و شجاعانه میدن، فکر نمی کنین اینا خانواده دارن، زن و بچه دارن، مورد تهدید و سوء قصد قرار می گیرن؟ آیا خود شما، خود ما بودیم، می تونستیم چنین نظراتی رای بدیم؟ من نمی خواهم قیاس کنم سال 60 با الانم، ولی هم الانم دارن قیمت میدن، تو صحنه هم. چطور ما حاضر نیستیم اینا حمایت کنیم؟ من که نمی کنم که چشمسته حمایت کنیم، ولی این حداقل چیزی هست که میتونیم انجام بدیم. نیاز به اندیشه و فکر نداره. نفر تو داخل ایرانه، نمونهش خانم ستوده، چندین سال پراکنده هی میره زندان و میاد بیرون، همسر داره که بچه داره، تمام زندگیش رفته. خب هر حرفی میزنم باهاش اینه، خب اینا قیمتش رو پرداختن. من حرفم اینه که اینکه ما تو خارج بشینیم و شرط کسانی که این نامه را آن هم به صورت مشترک نوشتن به حساب نیاریم، جز این که از مرحله انقلاب و خواست این مردم پرت بیفتیم چیز دیگری نیست. یادم 6-7 ماه پیش یه خانمی بود به نام ماهده، مثل این که این میرخصید، اینو دستگیر کردن. بعد وقتی عده حمایت کردن از این، عده این نظر دادن که بابا جون اینو خود رژیم علم میکنه که مسئله که رخصو که فریب بده که اون مسئله اصلی عنوان نشه، همه رو رخص تمرکز کنن. یا حتی بعضا مسئله حجاب که پیش میاد، میگوتن این مسئله اصلی نیست حجاب. بله حجاب مسئله اصلی نیست، ولی
از اونجا که این رژیم زن ستیزه، ضد آزادیه، هر گونه آزادی شخصی فردی و اجتماعی برای تمامیت این رژیمه. به همین دلیل خود رژیم نه یک بار چندی با اینو مرز سرخ نظام اعلام کرده. آخریش همین هفته تیره سال 98 تقریبا 4 روز پیش محمد جعفری منتظری دادستان کل کشور این طور میگه: باید نسبت به افرادی که ارزش‌های اسلامی را زیر پا می‌گذارم و با قصد و تعمد در خیابان‌ها کشف جاب می‌کنند، قاطعانه برخورد شود. افسود مسائل و ناهنجاری‌هایی که بعضاً اکنون دیده می‌شود توسط افراد خاص صورت می‌گیرد که می‌خواهند از خطوط قرمز عبور کنند و ما می‌بینیم که مأموریت اینها تحقق اهداف دشمن است. از نظر من خیلی ساده بگم، اگه رژیم میگه دنبک زدن ممنوعه، سوت زدن ممنوعه، هر کی سوت بزنه، هر کی تو خیابون دنبک بزنه، این تو چارچوب مردم، تو چارچوب مبارزه بر علیه این رژیمه. نامه دوم این 14 نفر بسیار شجاعانه و قابل تحسینه که 4 مؤلفه داشت: یکی که عبور کامل از این نظام، تغییر این قانون اساسی کامل، برگزاری یک انتخابات آزاد، و اینکه خواهان یک جامعه مبتنی بر سکولار و دموکراسی هستند. کسی هست بیشتر از این معرفی کنه؟ خب صحنه بازه، حداقل اینو به عنوان یه برنامه حداقل که میشه قبول کرد. پس این همه مخالفت سرایات که برای چیه؟ اما از نظر من این پیام شجاعانه و این 4 مؤلفه‌ای که توش لحاظ شده، یه چیزی هست که بالاتر از همه این 4 مورد و این پیام شجاعانه، اینی که پیام و کارکرد اصلی این نامه که اتحاد عمل و اقدام مشترک نقش و کارکرد قوی تری رو تو بین مردم و مبارزین داخل کشور به نمایش گذاشت. دومی که برای اولین باری که این زمینه پیش اومده، پلی برای وصل، ارتباط و پیوند خارج کشور با داخل کشور و زبان مشترک برای یک اقدام عمل مشترک، یعنی این میتونه نقطه آغازی میتونه باشه برای شکل یک اتحاد و همبستگی، همون چیزی که خمینی تونسته بود با سرکوب مطلق این ارتباط تا ماه قبل، 2 ماه قبل قطع کنه. پیش و بیش از این که ما به تشتت و پراکندگی نیازمند باشیم، به همبستگی و انسجام نیاز داریم، زیرا که در قبال یک رژیم اهریمنی و قرمزسایی با سرقه دینی و مذهبی که سرکار داریم، نیاز به وحدت و درک و تفاهم متقابل ضرورت این مرحله از این مبارزه است. باور کنید مردم نمیخوان قهرمان و یا خلق قهرمان ایران باشند. بازم تاکید میکنم، مردم اون چیزی که الان هست نمیخوان قهرمان و یا خلق قهرمان ایران باشند. مردم نمیخوان در حلقه تنگ یک ایدئولوژی و خط مرز و سیاست احزابهای این احزاب سنتی آزمایش پسداده در ایران یا خارج کشور باشن. این تفاوت شرایط کنونی با سال 57 که معکوس این بود. مردم میخوان قهرمان زندگی خودشون باشند. نمیشه بلجبار بر تن مردم اون قواره های ذهنی و عقیدتی خودمون رو تحمیل کرد بهشون. با عرض معذرت، من یکی دو نظر شنیدم، هم تو رابطه با مسیح علی نژاد و هم در رابطه با این 14 نفر که به اصطلاح که بیان میکنن که مثلا اون زمانی که ما تو زندان بودیم مبارزه کردیم، اینا جزء اصلاح طلبان بودن، اینا تو رژیم بودن، و یا روی
یک نفر از این 14 نفر حرف دارن که قبلا که با رژیم همکاری میکرد، فلان کار کرده، فلان کار کرده. خب ببین این از نظر ما ممکنه نقطه ضعف یکی باشه، فرض میگم از نظر ما، ولی اساسا این نقطه ضعف نیست. کسی توی اون دستگاه بوده، آگاه شده، فهمیده و اومده بیرون داره قیمتش رو میده، هر روز داره فعالیت میکنه، روشنگری میکنه. توی این سالیان هم خب پراتیک همه مردم حسش کردن، که همسش کردن. برفرض که توی یه دوره‌ای خطایی داشته باشه، خب بعدها میشه این خطا رو بررسی کرد. چرا سعی میکنیم از انگوش بذاریم تو شست پای فرد، یه زیگرش پیدا کنیم، اینو لانسه کنیم که این مشکل داره؟ لطفا شما یه نفر پیدا کنیم که مشکل نداشته باشه. کسی که مشکل نداره اون رهبر خودشیفته است. از نظر من هر چقدر که میتونیم بایستی تو این سرفصل مشخص از این موقعیت پیش آمده نهایت استفاده رو بکنیم. اصل دیپلماسی زمانسنجیه، اصل طلاییش. وقتی چنین افرادی از داخل ایران نامه میدن، بایستی این رو هوا قاپید، پرورشش داد، اینو تقویتش کرد، باعث دوام و قوام اونا شد، باید پشتیبانی کرد و حمایت کرد، ولو اینکه انتقاد داشته باشیم، ولو اینکه اشکالی به اونا وارد باشه. ببینید این حق ماست، جزئی از مردم هستند. من چه زندانی سیاسی هستم که میخوام ادعا کنم چون من زندان رفتم، شکنجه کردم، فلان شدم، چون قیمت دادم تو این 40 ساله، اینی که تازه کاره این حق نداره چنین کاری کنه؟ نفس این حرف زدن، نفس این حرف فساد درون منو بیان میکنه. اگر قرار چنین افرادی بیان تو مصدر کار قرار بگیرن، تو این عرصه بهتر کار کنن، والا وظیفه منه با احترام بهشون جا بدم، مکان بدم، تریبون بدم، تا بتونیم اینو با همدیگه پیش ببریم. ما به اندازه کافی تو این 40 ساله نفع کردیم همدیگر رو، یک بار هم جذب کنیم همدیگر رو. به جای دیدن نقاط منفی انگشت گذاشتن رو این جایی که غیر واقعیه، سعی کنیم با همدیگه باشیم با دید بازتری. قبل از اینکه ذهن باز بشه، قلب آدم باید باز بشه. این رابطه داره با اینجا 50-50 است. این اون نظر شخصی منه. من مسابقه آقای مسعود نقره‌کارم دیدم که والله خیلی تحلیلی و بررسی خیلی خوبی کرده بود از نامه 14 نفر، همچنین سایر دوستانی که بودن. مورد دیگه میخوام راجع به خانم فرشته هدایت صحبت کنم که ایشون یک ساله که روشنگری کرده بود و پس از گذشت یک سال که سه مسابقه با همنشین بهار داشته، با تلویزیون یک داشته با آقای محمد رضا شاهید، حدود 5 قسمت بود و یک کتاب چاپ کرده و یک دو مسابقه جانبی هم داشته، اما سازمان توی یک سال سکوت کرده بود، هیچ حرفی نمیزد، چون خانم فرشته یک زن بود و موضوع جراحی رحم و غیره رو مطرح کرده بود. توی یک سال هم منم به درستی و هوشیارانه و آگاهانه انگوش میداشتم که چرا ساکتین، چرا حرف میزنین، چرا خفقان گرفتین، اما با این حال سازمان صداش در نمیاد. اما بعد یک سال هنگامی که خانم فرشته هدایتی با یک رسانه نروژی مصاحبه کرد و انعکاس پیدا کرد، گویی که این خار زهرداری بود که تمام
سرمایه این رجوی سازمان مجاهدین رو تو نروژ از بین می برد. به طور خاص بگم که مثلا نروژ چه به لحاظ مثلا خود دولتش، سیاست مجلسش و شخصیت ها و اون نیروهای حقوق بشری که هستن که جز شیوا شماری که سازمان هستن توی نروژ، سازمان سرمایه گذاری کرده اونجا. وقتی اونجا مصاحبه کرد، خب این سازمان زیر سوال میره. سازمان مجبور بود برخلاف این که نمیخواست موضع گیری کنه، باید حرف بزنه، نه اطلاعی بده و شیطان سازی کنه بر علیه خانم فرشته هدایتی. اما اطلاعی که صادر کرده سراسرش چیزی جز دروغ سازی، دروغ پردازی، شیطان سازی به سبک سیاق همیشگی چیزی نبوده. این چنده خالی این رهبری عقیدتی و این سازمان مافیایی رو به نمایش میذاره. باور کنین اگر این اطلاعیه باشه، همون چیزی که من در عرض 18 ماه بیان میکنم که این سازمان که مافیاییه، یک سازمان تبهکاره، تو این اطلاعیه رو هر آدمی که بخونه کاملا میبینه که ببین اصلا چی تو ذهن اینا هست. اینا فکر میکنن مثلا تو دوران استالین دارن زندگی میکنن. من یک توضیح بدم راجع به سازمان که همیشه این رو ادعا میکنه که رژیم برای ما شیطان سازی میکنه. از جمله یکی از شیطان سازی های این رژیم همین خبرنگار نروژیه که با خانم فرشته هدایتی صحبت کرده. اما سوال اساسی اینجاست، از سازمان مجاهدین، از رجوی و مریم رجوی با این همه ادعاهایی که دارند، آیا رژیم جمهوری اسلامی که داخل و خارج کشور همچنین تو سطح جهانی تا بدین حد منفوره، از کدام اصالت، حقانیت، مشروعیت برخورداره که شیطان سازی اونو برعلیه شما باور کنند؟ در حالی که همه میگن شیطان همین رژیم جمهوری اسلامی است، در حالی که مردم داخل ایران میگن کی میگه که دشمنم تو خارجه، دشمن ما همینجاست. یعنی این رژیم تا این حد مشروعیت و حقانیت داره که میتونه برای شما شیطان سازی کنه، یا اینکه شما در درون خودتون و در بیرون از خودتون مشروعیتی ندارید و جدای از موازه و عمل کردتون از درون تشکیلات خودتون افرادی جدا میشن که از خیانت، فساد و جنایت شما روشنگری میکنن. جدا شدگانی هستند که 500 نفری که تقریبا از 500 تا بیشتر شده از آلمانی از سازمان جدا شدن، از شمار انگشتان یک دست هم کمتره که اومدن روشنگری کردن. یعنی 99% هم هستن که جدا شده که اصلا که مصاحبه نکردن، اما اینا تو محافل خودشون جست و گریخته حقایق رو میگن. حتی اینا به دولت ها که میان پناهنده میشن حقایق رو میگن، بخشی رو مثلا میگن. همه آگاهن که تو سازمان چه فجایعی رو داده. نیاز نداره که رژیم که خودش آلوده است، اگر رژیم هم بگه سازمان فلان جنایت کرده، اصلا حرف رژیم رو باور نمیکنن. الان فکر میکنی که مشکل من سیامک نوعی چیه؟ باور کنید حرفایی که سایت ایران اینتلیک میزنه، مال وزارت اطلاعات میزنه، همین باعث مخدوش شدن اون حرفای واقعی که ما میزنیم، چون اصلا تو سمت رژیم آلوده شدن. بی خود نیست که رجب اینا رو هول میاد به سمت رژیم، گفت رژیم مالی میکنیم، رجب مالتون میکنیم تا حرفتون اگرچه درسته یا 95% درسته بگن مال رژیمه. من باید تصدیق کنم که این رژیم نیست که شیطان سازی میکنه تو رابطه با شما. اگر هم که میکنه کار کردی نداره، چون پلید
ترین شیطانی که تو دنیا ازش نام میبرن هم رژیم جمهوری اسلامیه، همه تو این متفقن. بلکه رهبری عقیدتی خود شیطان و زعیم شیطان سازی است. من چند نکته از اطلاعی سراسر دروغ و کذب و شیطان سازی رو به شما ارائه میدم با یه توضیح مختصر، چون میخوام یه نکته دیگه هم موضوع کنم، چون برنامه فکر کنم 10 دقیقه بیشتر که وقت نداریم. یک عکسی از فرشته چاپ کردم که کدر مفتیرو تار، این زن انگار یک تبهکاره، بالای سرش هم چند شاخ ایجاد کردن یا عین مار میمونه. یکی از عکاسان برجسته به نام آگو سندر یه جمله داره، میگه در عکاسی هیچ سایه‌ای وجود ندارد که نتوان آن را روشن کرد. رجبی برعکس این، عکس واضحه، عکس بدون آرایش خانم فرشته هدایتی خیلی هم شفافه، نه تنها سایه ها رو روشن نکرده، این عکس رو تماما سیاه کرده. این سیاه نمایی سازمان، شیطان سازی سازمان زده رو دست کاگبه. واقعا شرم‌آوره. اگر بخوایم بقیه اطلاعیارم بخونیم، به نظر من این یه عکس که بیان کننده 1000 کلمه هست، بهتر از 1000 کلمه هست، میشه فهمید. خودش مردک، حیف از حتی بگم مردک، به قول آقای قصیم مرد نابکار، 70 سالشه، از 70 بالاست، اما عکسی که تو همین پیام شماره سیستم میذاره عکس سال 73شه، حتما باید آرایش کرده وزین باشه. چطور نمیتونی حقایق رو بیان کنی؟ توی دادگاه مجرم رو چهرهش رو میپوشونن تا دید نشه. این حق رو داره رجبی، یه خانمی که 32 سال تشکیلات بوده، هر تهمتی به این زده، هر تهمتی، حتی گفته این پرونده قطور اخلاقی داره، به من هر تهمتی زده، ولی نگفته که سیامک تهمت نمیدونم به سر پرونده اخلاقی داشته قطور داشته. فکر نکنین مثلا جرأت نکرده، نه 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 نه، خیلی هوشیاره. از اونجایی که میدونه که این خانومه حساسه، یه زن شرقیه، تو سازمان بوده و زنها روی این مسئله حساسن، انگوش میذاره رو پرونده قطور اخلاقی. میدونه که به سیامک میگه، سیامک ککش هم نمیگذه. سیامک میگه اسکیزوفرنی، یعنی از اون پایه میخواد بگه ببین هر چی این میگه غیر واقعیه. رو هر کی مارک خودش رو میزنه، در حالی که همین سازمان وقتی تو قم ادعا شد که تو صداهای سازمان توسط این کمیته‌چی‌ها پاسدارها گفتن نه هم قرص ضد بارداری، نه هم سینه بند و شورت زنانه پیدا شده، بعد سازمان خودش اطلاعی داد تو اردیبهشت 58 که در اسلام چنین است که حتی اگر فردی مسئله اخلاقی داشته باشه نباید اون رو به معرض نمایش عموم گذاشت. تو نشریه موجود هم صحبت های شیخ تهرانی چاپ کرده بود که این کار خلاف اسلامه. حالا خود سازمان، اعضایی که 32 سال تو سازمان بودن، بعضی هاشون زندان هستن، به اصلا که زندان رفتن، شکنجه شدن، از خانواده چند نفر اعدام شده، به اینا تهمت اخلاقی میزنه. بعد پرونده قطور اخلاقی، خب آقا و خانم رجبی اگه پرونده قطور اخلاقیه، خب یه نفره، اون 20-30 نفره که اگر قطوری که با اون انجام داده اونا تو سازمانن، خب اونا رو معرفی کن. میتونم بگم تو سازمان شما چه خبره بعد طبق همین پرونده قطور اخلاقی که شما ادعا کردی؟ پرونده قطور اخلاقی هم چیزی نیست جز این که خانم فرشته هدایتی با یک خانم جوانتر کوب شده بودن، مشتری میخواستن فرار کنن، اینو زده به پرونده قطور اخلاقی. این وقاحت این سازمانه، همین سازمانی که زنای همسراشونو جدا میکنه، طلاق مادام العمر
یعنی شما تو خوابتون هم نباید اسم زنتون به یادتون بیاد، این زنا رو رو سرشون ور میدارن جلوی رجوی بدون حضور سایر مردم باید برخصند. عجب چیزی. بعد اسم اینه میذاره رهبری پاکباز. خودش فساد انجام میده، اینو پاکبازی میدونه. اگر کسی بخواد از دست این رهبری فاسد فرار کنه با هزار سختی و مشقت، اسمش میذاره پرونده قطور اخلاقی. به همین دلیل، به همین دلیل من دلم میسوزه، به همین دلیل میگم نامه این 14 نفر با ارزشه. قدر همدیگر رو، قدر مبارزات خودمون رو بدونیم. اگر سیامک نادری یک ضعفی داره، وزن اشتباه من رو فقط همون وزن یک اشتباه هم که بدونیم، دیگه سیاه مالی نکنیم، دست همدیگر رو بگیریم. کسی هست منو کمک کنه، من حاضرم به هر کسی که در برابر این رژیم میسته و میخواد این مبارزه رو پیش بره، من به هر نحوی که بتونم کمکش میکنم. حقیقت بیشتر آرزوم اینه که هر تشکیلاتی، هر سازمانی باشه بتونیم مشترک باش کار کنیم. من به صورت فردی نمیتونم زندگی کنم، تمام عشقم، زندگیم، رویام اینه. لطفاً از این اندیشه که بخوایم همدیگر نفع کنیم سر یک بسیاری موارد خیلی کوچیک، اینکه نظرات خودمون رو مقدس بپنداریم، اینکه بیشتر بها بدیم به نظر خودمون، شیفته نظرات خودمون باشیم، یا اینو محکم و قاطع بدونیم، والا هیچ اینجوری نیست. ما میتونیم چشمامون رو باز کنیم، همدیگر رو بهتر ببینیم و درک کنیم. تو رابطه با این سازمان و این خانم فرشته هم که بگم، تو این 40 ساله یک نفر نبوده که از سازمان جدا بشه، از شورای ملی مقاومت جدا بشه و روشنگری کنه یا رسما اعلام کنه که من جدا شدم و سازمان بهش تهمت نزده باشه. این وزارت اطلاعاتیه، این رژیمیه. یک نفر به من که معرفی کنید. به همین دلیل دیگران سکوت کردن، میترسن. این وضعیت این هیولای عقیدتی، شیطان سازی، نفی آزادی بیان، عقیده، اراده و اختیار و مسئولیت انسانه. تنها چیزی هم که باعث دوام این هیولا و قوام شیطان سازی شده همین سکوت ما، تندادن به تحریف ارهاب ما، تنوره کشیدن این هیولاست با این لجن پراکنیست. من مقاله نوشتم به نام اینکه چه روی دارد این رهبر، سر سگ را سلامت باد. باور کنید اسم این مقاله نبود، ولی آخر این مقاله وقتی این چیز اومد نکردم سرتیتر، چون چیزی جز این نیست. مورد بعدی که به اسم میخوام بگم، من خودم به رجوی میگم، نه یک مورد، نه پرونده قطور اخلاقی، به اندازه 36 سال که سازمان بودم 36,000 مرتبه به من تهمت اخلاقی بزن، ککم هم نمیگزه. این باعث شرافت منه، آسودگی وجدان منه. نه سرفکندگی من. گیرم که رجبی به من 36,000 تهمت اخلاقی بست، اما پاسخ رو از خیام بهتون میگم. شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی، هر لحظه به دام دیگری پا بستی. گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ به رجبی میگم از پرده برون آ، 16 سال کجایی؟ چرا نمیتونی خودتو به تصویر داری؟ تو که خیلی دنبال مطرح شدن هستی، خیلی خودشیفته هستی، تو که خیلی دنبال که شخصیت هستی، چرا پنهان شدی؟ از ترس چی؟ از چی ترسی؟ بعد خودش اطلاعی نداده، نوکر ما نوکری داشت، آلاخو ویدال کوادراست که این رو پول نقل گرفتنا، که این باعث
این شده که تو مجلس اسپانیا و مراجع قضایی استفاده پرونده حقوقی به عنوان کمک مشکوک مالی کسب کردن تو دست پیگیریه. چنین فردی اومده بر علیه فرشته هدایتی این اطلاع داده، تازه گفته که دادگاه هم هست، خانم فرشته هدایتی میتونن برن شکایت کنن. خب ببین، اگر تو حق داشتی مثل اشپیگل که دو موردش اشتباه زده بود از کل نامه و شکایت میکردی. میدونه که فرشته دست تنهاست، اینجور تهدید میکنه، بعد املا میکنه اینا 14,000 وکیل پشتیبان این آقای آلاخو ویدال هستن، هیچ هارت و پورت اضافه است، چنته خالیشونو به نمایش میگذارن. ما بهترین سیاست رو در مقابل سازمان این میدونیم که جلوش باید واستاد. این رژیم و این سازمان مجاهدین یک زبور رو میفهمند، زبان زور ایستادن جلوشون، پس میزنند. همین که به فرشته یا دیگر دوستان تهمت میزنن که اینا به استخدام وزارت اطلاعات در اومدن، ببین با همین یه ترم اگر به هر دادگاهی بریم شکایت کنیم، ببین اونا رو محاکمه میکنن و میذارن زندان یا باید پولش بده. ببینید چون تا کسی نرفته شکایت کنه، باور کنه همین دوستان جمع بشین که شکایت کنیم بکشیم دادگاه، اینا مفتزه میشن. انگار که اروپا خوابیده خبر نداره این همه موضوع که سازمان که لیست داده اینا تو کشورشن. از حرفای اینا واقعا آدم شاخ در میاره. بعد یکی، حتی پزشکان نباید اسرار پزشکی بیمار خودشون رو به زندانبان و رئیس زندان بدن. مجاز نیستن، سوگند خوردن، حتی نیستن بدون اجازه خود موکلشون اسناد پزشکیشون رو به دادگاه ارائه بدن که به رئیس دادگاه بدن. اما این سازمان از همین اسرار، از همین برگاه پزشکی استفاده میکنه بر علیه سازمان. هر بلایی بود سر ما تو اونجا سر پزشکی آورد و حالا همین همین اسناد هم انتشار میده. این خودش یه جرمه. در باره کمک مالی، خب هر سازمان که جدا شده خود سازمان پذیرفته بود شده آقا جون خرجش نمیخواد کمیساریا بده، ما خودمون میدیم چون ما اطلاعات اینا رو حفظ کنه، اینا حرف که نزنن. او چرا منت میذاری؟ من که پول نگرفتم. خود فرشته هم خود شما گفتیم پول میدیم، اگه تو نمیدادی خب اون موقع اصلا کمیساریا پول میداد. دوم من الان اومدم تو آلمان، ببین الان به من حدوداً 400 یورو پول میدن، خونه هم که مثلا که دادن، بیماریم هر دکتری دارم میرم، پول داروم هم که دارم مثلا میدن. تو رو خدا من گاهم میگن جامعه امام زمان، والا ما تو سازمان هم چنین چیزی که ما نداشتیم که این همه پزشک بریم. همین دیروز رفتم قراره 3 دکتر تخصصی برم. به چه دلیل؟ من که 36 سال تو سازمان بودم، الان با دولت آلمان خرج منه بده. میدونی فقط یک قلم من تو 36 سالگیم سازمان 50% معلولیت داشتم. تمام مدرک پزشکی اینجا هست، چرا دروغ میگی؟ چرا بر علیه من فرشته دروغ میگی؟ سندش رو داریم اینجا. من 36 سالم بود تو سازمان 50% معلولیت داشتم طبق این اسناد که پزشکی اینجا هست. چرا اونجا میگفتی شما تمارز میکنین که به بیماری؟ شما به همه تهمت میزنین، سیستمتون با تهمت زنی خورد کردن شخصیت انسانها برپا میشه. حالا من یه نکته بگم. وقتی خود رجوی بحث دادگاه رو مطرح میکنه، خب دادگاه که مثل اطلاع سیاسی نیست که برای که بخوای مسئله نروژ رو تو افواه اونا حل فصل کنی این اطلاع رو بدی.
یا میای مثلا آلخوویدال رو معرفی میکنی، یک عنصر شناخته شده ای که خودش یه پرونده حقوق تو اسپانیا داره و توی مجلس. این واقعا یک نوع وقاحت و بیشرمی این رهبری عقیدتیه که در مثلا میگن که طرف خیلی خوش تن بدنه، بعد لب خزینه هم میشینه همه به دادگاه فرامیر خونه. اینا هیچ، تبل تو خالیه، فقط برای ترسوندن، فقط برای پر کردن به اصطلاح چنده خودش در قبال این شخصیت های خارجی، هیچ دیگه نیست. من تو پایان با اینکه وقت نیست میخواستم یه نکته هم بگم، دیگه فرصت نیست. این حرفایی که محمد اقبال میزنه در رابطه با خواهرش خانم عفت اقبال، واقعا شرم بر او، شرم بر او. چون فرصت نیست من در مقاله این رو میگم، فقط در همین قد بگم، باور کنین راجع به این نمیخوام حرف بزنم، عطف به رهبری عقیدتیشه. وقتی رهبری توفاله باشه، مرید و مراد میشن شبیه همدیگه، اونجا همه رو به سلابه میکشید. شما باید غسل هفتگی کنید، شما باید اون چیزی که تو ذهنتون بلازه که جنسی هست بیان کنید، به همه مثلا که فشار میآورد، همه رو تحلیل میکرد به زندان. رجبی میگفت چرا اینا تو زندان کار نمیکنن، هر کسی میره تو زندان سازمان این باید اینجا کار کنن، خرج مثلا خوششون بدن. همین که اولین نفر اومد تو آلبانی دنبال زندگی شخصی خودش بود، تنها کسی بود که تو سازمان تکی میرفت بیرون، اجازه نداشت. تو آلبانی که اومد برای سازمانم شاخشو نمیکشید. همین آقا پسر 16-18 سالش رو فرستاد تو اشرف سال 76، جا میگن که تا آخر عمرتون ازدواج نکنین، طلاق بدین که زن رو اسم زنم تو ذهن و عینتون مثلا که نیارین. خودش اومده بیرون تو 70 سالگی ازدواج کرده. به خدا من مخالف ازدواجش نیستم، ولی چطوره تو همه رو به خاطر که یک فاکت، یک کلمه زن ترانه از زن تو ذهنشون میاد محکومشون میکنی، اما خود رو ازدواج میکنی؟ خود شرم‌آور نیست؟ این حرف رجویه، همه رو به خاطر یک اسم زن وادار میکنه که تو جمع اینا که بیان کنن با خفت خاری، اما زنا باید روزنش رو بردارن پیش این که برخصن. اینم توفاله همین رهبری عقیدتیه. من اسم گذاشتم رو خواهرش به نام حیوان لیبرتی. باور کنین توی اشرف و خود لیبرتی و اینا که امروزش ما اینو به همین صفت میشناسیم، حیوان لیبرتی. برای من کسشن اصلا راجع به این فرد حرف بزنم، چون بسیار ضد منه تو تشکیلات، چون مهره این بوده. فقط ببینید خفت خاری این فرد مثلا چیه. همه رو تو اشرف به سلابه میکشید که یک فاکت جنسی دارم، خوش اومده داره زندگیشو میکنه، ماشینم که بهش دادن الان تو فرانسه، تو آلمانی هم شر به پا کرد که اگر منو نفرستین نمیدونم تو خارج فرانسه، من اینجا نمیدونم فلان میکنم، اینجا به هم میزنم، از سازمانم باج میگرفت. خب چنین رهبری با چنین توفاله حوادیر هم داشته باشه. اینا کسان که نشسته پارس میکنن، فحاشی میکنن، موز بگیرهای رجبی هم، موزورای رجبی هم، همه چیزشون رو باختن. همون تهمت هایی رو به خواهرشون که میزنن که خودشون به عنوان پیروزی. خب اون خواهرش عاطفه اقبال بود، کمپین گوشید آقا جون از لیبرتی بیاین توی خارج، میگفت این صدای مزدور نمیدونم به ذات اطلاعاته. بعد خودشون 3 سال بعد وقتی اومدن تو آلمان گفتن این بزرگترین هجرت تاریخی ما، بزرگترین پیروزی ماست. و چطوره؟ شرم‌آور نیست که سازمانی که بخوام بگم که رهبریش چنین توفاله‌ایه، یقین کنید اون پایینش هم توفاله‌هایی مثل محمد اقبال داره. من بعدها تو همین هفته آتی و هفته بنده حتما راجع به این یه گزارشی خواهم داد. با تشکر از
شما دوستان و بینندگان عزیزی که تا این لحظه این برنامه رو دیدیم. روز خوش. بسیار ممنونم.